سلام و وقتتان بخیر. به محور امشب خوش آمدید. من سبقه سپهر هستم. امارت اسلامی گفته فعالیت های شماری از نمایندگی ها و سفارتخانه های کشورهای منطقه به معنی آن است که فعالیت های دیپلماتیک این کشورها در آینده نزدیک به گونه رسمی آغاز خواهد شد. انعام الله سمنگانی یکی از معاونان سخنگوی امارت اسلامی گفته همکنون برخی از کشورها میکوشند تا فعالیت هایشان را در افغانستان شتاب ببخشند. این در حالی است که تا اکنون هیچ کشور جهان امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است. امارت اسلامی میگوید که به رسمیت شناختن افغانستان از سوی برخی از کشورها به چند قدمی رسیده است و نیز امیدوار است که در آینده نزدیک تمامی روابط دیپلماتیک کشورها با افغانستان به گونه رسمی انجام می شود. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که فعالیت های نمایندگی ها و سفارتخانه های برخی از کشورهای منطقه در افغانستان گسترش یافته است. همین که آنها در افغانستان حضور مستقیم دیپلماتیک دارند و روابط دیپلماتیک خود را توسعه می بخشند و یا فعالیت های خود را اثر می گیرند، یک پیش زمینه و مقدمه خوبی هست برای که در آینده بسیار نزدیک یک تعامل رسمی آغاز شود و دولت امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته شود. همکنون هم تعاملات که به یک اصطلاح شکل غیر رسمی جریان داره نمی توانیم بگیم که کاملا غیر رسمی است. این هم به مثابه تعاملات رسمی هست و فکر میکنیم که همه چیز بسیار به مدت کوتاه شکل نرمال را میگیره و عادی میشود. با این حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی به رسمیت شناختن افغانستان را از سوی جامعه جهانی مشروط به برآورده ساختن شرطهای جامعه جهانی از سوی امارت اسلامی میدانند. تر اوسه پورې خو کېدی شي نړۍ د طالبانو د ګامونو نه اقداماتو نه ډاډمن نه وي، مطمئن نه وي، نو څنګه به بیا هغوی وکړي شي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي؟ دنیا ببینه که اینا حقوق بشر، حقوق زن و سایر مسائل و معیارهای بین‌المللی را رعایت کرده باشند. امارت اسلامی هنوز اما مشروعیت لازم را که باید از ملت افغانستان داشته باشه به دست نآورده و این مشروعیت را این میتونه به شکل بسیار ساده از طریق تدویر یک لوی جرگه که در اون نماینده های تمام ملت افغانستان اشتراک داشته باشن به دست بیارن. همکنون سفارت های پاکستان، روسیه، چین و ایران و نیز نمایندگی های سیاسی 6 کشور دیگر در افغانستان فعالیت دارند. از سوی هم ژاپن نیز اعلام کرده است که فعالیت سفارتش را در کابل اثر می گیرد و اما تا کنون هیچ یکی از کشورهای منطقه و جهان حکومت افغانستان را به رسمیت نشناخته است. در همین رابطه بیشتر بحث میکنیم با مهمانان شریک در بحث، اسحاق‌زی رئیس کنگره ملی مردم افغانستان و همچنان سید آقا فاضل سنچارکی روزنامه نگار با ما وصل هستند. مهمانان عزیز سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. آقای سنچارکی بحث را با شما آغاز میکنیم. امارت اسلامی میگه فعالیت های شماری از نمایندگی ها و سفارتخانه های کشورهای منطقه به معنی آن است که فعالیت های دیپلماتیک این کشورها در آینده نزدیک به گونه رسمی آغاز خواهد شد. شما هم همین طور فکر میکنه؟ با سلام شما و بیننده های مهم طلوع نیوز، البته من فکر میکنم که دنیا میان عدم مشروعیت بخشی به طالبا و عدم رها کردن افغانستان به حال خود و ضرورت حمایت بشری از این کشور گیر مانده. به یک شکلی از جانب دنیا نمیتانه، یعنی با اصول جهان سازگار نیست و مخصوصا با تاکیداتی که همواره داشتن بر اینکه یک گروهی که با چنین پیشینه، با چنین ویژگی ها، با چنین عملکرد و رفتار است، این گروه را به رسمیت بشناسند، مخصوصا که تعداد زیادی از اعضای بلندپایه طالبان در لیست سیاه سازمان ملل قرار دارد و هنوز نگرانی ها و تشویش های دنیا نسبت به عملکرد طالبان رفع نشده. از جانب دیگر دنیا نمیخواهد که افغانستان را به حال خود رها کند، چرا که فاجعه بشری در افغانستان پیامدهای بسیار بسیار دردبار و سوگواری دارد برای منطقه و جهان و این فاجعه بشری در واقع وجدان جهان معذب خواهد ساخت. پس بنابراین تلاش دارند که هم با افغانستان به نوعی تعامل داشته باشند، رابطه داشته باشند، کار کنند به یک شکلی و هم از جانب تن به شناسایی و
مشروعیت بخشی طالبا ندهند. فکر میکنم میان این دو جهان در نوسان است. باز کردن برخی از سفارتخانه ها یا رفت آمد هیئت های دیپلماتیک به هیچ وجه نمیتونه به معنای شناسایی رسمی طالب ها باشه. پس حضور مستقیم برخی نمایندگی های سیاسی کشورها به چه معنی است؟ به معنای است که اونا میخوان وضعیت افغانستان از نزدیک مشاهده کنند، با دیدگاه های جدید اداره طالب ها آشنا شوند، وضعیت ارزیابی کنند و ببینند که واقعا افغانستان به کدام سمت سو میره. چرا که میدانیم نگرانی های دنیا نسبت به اینکه طالب ها یا اداره طالب ها بتانند ثبات سیاسی را به افغانستان برگردانند، امنیت سرتاسری را در افغانستان تامین کنند و در واقع بتوانند کشور را اداره کنند به گونه مدرن که خدمات عرضه کنند به مردم افغانستان، ادارات فعال باشه، بانک ها فعال باشه، روند بازسازی فعال باشه، تعاملات سیاسی منطقه و جهانیشان بر اساس اصول شناخته شده اینا عیار کنند. از به خاطر اونا میخوان که از نزدیک مسائل مورد ارزیابی قرار بدن. اما روی دیدگاه حکومت تازه بیشتر با شما حتما در ادامه بحث میکنیم. آقای اسحاق زی، شما به برنامه خوش آمدین. انطباع شما از مناسبات امروزهای افغانستان با جهان چی است؟ خب تشکر آقای سپیر. سلام به شما و میهمان عزیزتان و بینندگان تلویزیون جهانی طلوع. من سوال شما را گرفتم. خوب طالبا وقتی که در یک حالت غیر مترقبه به قدرت رسیدن، برای طالبا از گذشته ها چیزی میراث مثبت باقی نمونده بود. بی‌امنیتی سر تا پای افغانستان را گرفته بود. متاسفانه فساد خطر بسیار جدی برای مردم افغانستان که زمینه ساخت برای 20 گروه تروریستی در افغانستان. بالاخره یک اقتصاد کاملا وابسته با خارجی، یعنی موزی ساختای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود میاری نساختیم بر بنیاد منافع ملی خود و میارهای جهانی همچنان. خب به هر صورت از لحاظ اصول دیپلماسی اگر ما بحث میکنیم، طالبا وقتی که آمدن در خودشان هم در یک حالت غیر مترقبه و جهان هم شوکه شد با آمدن از اینا به صورت غیر، یعنی مغایر با تفاهم نامه که اینا برش کار میکردن. خوب ما به یقین هستم که دیپلماسی نه تنها حلم است یا حقوق علوم سیاسی و حقوق بین‌المللی است، هنر است، هنر رسیدن به هدف است. اینا مگر میخواهند که جهان پشتیبانیشه بگیرن و یا مردم باید از حاکمیت قانون ایجاد کنن. اولین اصل که میتونن خود به مردم معرفی کنن و خود به جهان معرفی کنن، یعنی یک قرارداد اجتماعی ملی که او بتانه زندگی مردم، آزادی مردم، پیشرفت مردم، مای ملک مردم تضمین کنه، ای میتونه که ممایت مردم بگیره. و ای از آقای ساختای امارات اسلامی همین موضوعات که شما میگین که ما میگه تلاش میکنیم برای اینکه به طرف یک آینده بهتر بریم و همچنان میگن ما سیاست تعادل و توازن در پیش گرفتیم با دنیا و میخوایم مناسبات خوب داشته باشیم. باز ابتدای که آمدن یک تعداد ریفرم ها را برای انداختن، مکاتب تا حدود مکاتب دخترها ولایت باز شده و خود آقای مجاهد هم دیروز در سخنرانی خود گفت که ما جهاد جنگ دیگه در موقعیت جهاد جنگ نیستیم، جهاد برای بازسازی افغانستان اعلان کردن، برای انکشاف افغانستان و پیشرفت افغانستان و رفع چالش های افغانستان. مگر این کافی نیست. این کارهایی که در مدت زمان صورت گرفته درست از وقت کمی از 100 روز برای ایجاد یک نظام، برای ایجاد یک سیستم، برای ایجاد یک حکومت میاری، ولی اینا در قدم نخست چیزی که بسیار برشان مهم استن یک قرارداد اجتماعی بین مردم، کمان حکومت قانون اساسی است و از روی قانون اساسی هم مردم میشناسیشان هم جهان و اینا تعهدات خود به مردم ارائه میکنن و مردم وظایف و مکلفیت های خود میفهمه و اراکین دولت همچنان و هاکذا جامعه جهانی هم میفهمه که چی تعهدات را اینا بر سوی جهانی جهان دادم و بنابراین جهان از روی از او باز میتونه به بحث بره با اجندای قانون اساسی که به مردم افغانستان و جهان تعهد را شده. تشکر. آقای سانچرکی، تلاش های حکومت کنونی را تا این جای کار شما چطور
بررسی میکنین؟ چون آقای سمنگانی میگه که همکنون برخی از کشورها میکشن تا فعالیت‌هایشان را در افغانستان شتاب ببخشن، و کشورهایی که نمایندگی هایشان را در اینجا فعال کردن و بیشتر تحرک دارن تا هنوز امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته، چرا؟ خب من پیشتر خدمت شما عرض کردم که هنوز فاصله بسیار زیادی داره تا شناسایی رسمی طالب ها، چرا که طالب ها به هیچ یک از اصولی که از طرف جامعه بین المللی مطرح شده اینا در واقع عمل نکردن به اصول. شما ببینید که کابینه در واقع یک جانبه محرومیت زنان از کار، تحصیل، اشتغال، خانه نشینیشان، فشار علیه رسانه ها، حضور یک تعداد افرادی که نامشان در لیست سیاست در رأس ادارات کلیدی کشور، رفتار و برخوردهای خاصی که طالب ها تانوز داشتند. با این وضعیت دنیا چطور میتونه اداره طالب ها را به رسمیت بشناسه؟ بله آقای سانچرکی ببخشید، اما حکومت کنونی میگه که تلاش میکنه که همین تغییرات که شما گفتین بیارن، ولی میگه زمان میبره و به زود نباید انتظارش داشته باشه. ببینید جامعه افغانستان یک جامعه فقیر نیست، یک جامعه نیست که کادر پیدا نشود، نیروی متخصص پیدا نشود، افراد سالمی که در 20 سال گذشته در حکومت نبودن پیدا نشود. بسیار ظرفیت های فراوان ما در داخل افغانستان داریم، خانم های تحصیل کرده داریم، مردان تحصیل کرده داریم. آیا لازم نیست که طالب ها از میان نخبگان فکری افغانستان تعدادی را در سطح مقامات بالای کشور بگمارن، نشان بدن که دید باز دارن، دید وسیع دارن، میخوان اداره جور کنن، میخوان حکومت داری نو و مدیر داشته باشن، و به این شیوه و شکل و به این وضعی که دارن خود دنیا از میبینه قضاوت میکنن. اونا باید تغییرات شکلی هم که شده به خود باید وارد کنن و نشان بدن که میخوان حکومت کنن، میخوان ثبات بیارن، و به این شکلی که یک کابینه که کلش طالب است، کلش مولوی است، کلش قاری صاحب است، کلش ای افراد است، اینا از تخصص از در واقع امورات مختلف اداری چی سرشته دارن. به جهت دنیا تا زمانی که به صورت عملی ای تغییرات نبینن و مشارکت سیاسی را نبینن. اما امارات اسلامی آقای سنچارکی، اما امارات اسلامی میگه که جهان باید واقعیت های افغانستان را ببینه و در کنارش انتظار دارن که فشارها را کم کنه و پولهای افغانستان آزاد کنن. ببینید دنیا بیشتر خدمت شما عرض کردم که هنوز تردید داره در توانای طالبان، و مخصوصا نگرانی ها نسبت به اختلافات درونی طالب ها، اختلافات جنایشان زیادتر میشه. آیا اختلافات روزی به نقطه انفجار میرسه، بروز پیدا میکنه؟ مخصوصا از جانب دیگه ما شاهد مداخلات جدید پاکستان هستیم که گروه های جدید را علیه طالب ها مسلح میسازه، کوشش میکنه که وضعیت افغانستان ناامن شه. از این جهت دنیا در واقع مورد ملاحظه قرار داده وضع افغانستان، ببینه که آیا ثبات به وجود میاد، امنیت به وجود میاد، آیا طالب ها دولت فراگیری که گفته بودند به او تن میتن، آیا تعداد نیروهای خارج از حلقه طالب ها را شامل حکومت میسازند، تعداد چهرهای جدید وارد میسازند. تا زمانی این مسائل نبینند بسیار سخت دشوار است. طالب ها از این فرصت تاریخی باید استفاده کنند، تغییرات در خود به وجود بیارند، در سطح ادارات کشور، رهبری کشور تغییراتی به وجود بیارن تا اعتماد دنیا و منطقه جلب شود و در واقع آهسته آهسته قدم گذاشته شود به طرف شناساییشون. تشکر. آقای اسحاق زی، همین تعامل حکومت کنونی با جهان را چطور میبینین؟ آیا به گونه رسمی فکر میکنین با توجه به تلاش ها در حال رقم خوردن است؟ خب دمی آخر شما شاید عزیزتین به یک ژورنالیست ورزیدی افغانستان که بسیار از کشورها داخل تعامل هستند تا مجموع جهان با طالبان. ملاقات هایی که در دوحه با ایالات متحده امریکا و بالاخره اتحادیه اروپا داشتن، بعد هم دو نماینده بسیار مهم اتحادیه اروپا یعنی نماینده آلمان و حالا این به افغانستان آمدن، و در اینجا این خودش کلید دادن
است و با اصول بین‌المللی بتوانند یک مشارکت را بین خود ایجاد کنند و اینا را تشویق کنند. همین قسم سفرهای متعدد و کنفرانس‌های متعدد حتی شورای امنیت ملل متحد به خاطر افغانستان دایر میشه. چالش‌هایی که در افغانستان وجود داره بحران عدم مشروعیت است، بحران سیاسی است، بحران بشری است. این سه چالش باید از اینا حل بسازند و بر حل ساختن از اینا نیازمند از ایستند که اینا یک برنامه درست را در عرصه جهانی به وجود بیارن که این برنامه در حقیقت انعکاس دهنده سیاست ملی و انسانی باشه. یعنی اگر ما میخواهیم حکومت ملی به وجود بیاریم کنجا حیات و آزادی و پیشرفت مردم تضمین شود و ارزش های جهانی معتقد باشند، باید سیاست خارجی ما بر بنیاد منافع ملی و انسانی تنظیم شود. یعنی بعد از اینکه برنامه به وجود میاد به وسیله خودشان و جمع متخصصین و دانشمندان داخل و خارج کشور، باید کسان داخل مذاکره شود با ساختارهای بین‌المللی کم اعتبار داشته باشند، هم جهان بشناسند، منطقه را بشناسند، رژیم‌های مختلفش بشناسند. اینا با رژیم‌های مختلف سر کار دارند. نماینده ایالات متحده آمریکا آقای ویست گفت که منطقه میتونه که بر افغانستان ثبات به وجود بیارن. اینا باید بفهمن که با این رژیم‌های مختلف حتی در ساختارها رژیم‌های وجود دارن که ایدئولوژیک هم هستن و بعضی ساختارهای دیگه جهانه. اینا باید با وسیله متخصصین و دانشمندای عرصه جهانی و جمع کسانی را که جامعه خود خوب میشناسن و بتونن برنامه‌هایی را برای جهان بتن که ما در آینده حیات و آزادی و پیشرفت تامین میکنیم. در قانون اساسی آینده که ما برنامه داریم هیچ نوع تعصبات نژادی و طبقاتی و اتنیکی وجود نداره. یعنی از یک طرف اینا با قراردادی که با مردم امضا میکنن یا قرارداد اجتماعی ملی همچنان نشان بدن انعکاس بدن سیاست های خود، نه تنها از طریق گفتار بلکه اینا با یک سند که مشروعیت تامین کنن، یک سندی که میتونن یک کمیسیون را موقتا ایجاد کنن، کمیسیون قانون اساسی، میتونن یک ریفرندوم را برای بندازن یا یک جرگی را که بر بنیاد هم مشروعیت نسبی به وجود بیارن، هم بتونن که جهان و مردم قناعت بدن که با این سند میشه که با اینا تفاهم کرد و با این سند میشه که اینا را به رسمیت شناخت. آقای اسحاق صاحب، با توجه به همین تحلیلی که شما کردین، پیشنهاداتی هم دارین که و در اون طرف سیاست امارت اسلامی را در قبال وضعیت کنونی افغانستان و روی خواسته هایی که پیش شرط هایی که جهان گذاشتن میبینین، چقدر امارت اسلامی گام ها را فکر میکنید برداشته؟ خوب در چیزهایی که در گذشته وجود نداشت متاسفانه، امنیت در این عهدی که امروز وجود داره در گذشته 20 سال دولتی که تریلیون دلار داشتن و اینا مجموعه کشورهای دنیا بر از اینا کمک میکردن، در این عهد امنیت در افغانستان تامین نبود. هر روز بیشتر از صدها نفر کشته میشد، زخمی میشد. امنیت تامین است نسبی در افغانستان. چیز دیگه که اینا در قابلش مبارزه میکنن فساد است. این دستاوردهای هستن که اینا دارن که نمیتونه آدم این کار کنه، ولی چیزی که هنوز اینا به او متوسل نشدن یک سند رسمی افیسال یا یک قانون اساسی درست را که مردم مسئولیت ها و مکلفت های خود بفهمه و جهان هم بتانه تشکر. بر بنیاد از او با اینا یک قرارداد اجتماعی و بالاخره یک قرارداد را که اینا به رسمیت بشناسه به وجود بیاره. آقای سانچارکی، چی باید میکردن در داخل تا همین لحظه؟ چه گام های باید برداشته میشد؟ با توجه به صحبت هایی که آقای اسحاق زئی در مورد گام هایی که باید در داخل برداشته میشد، از متخصصین باید استفاده میشد، چرا چنین گامی برداشته نشده به نظرتون؟ ببینید، خواسته هایی که مردم افغانستان از طالب ها دارن و خواسته هایی که دنیا داره از افغانستان کاملا مشخص و معلوم است. طالب ها باید تن میدادن به تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت همه نیروهای سیاسی. این که در بن هم آمدن جمع شدن اما طالب ها نبود، نتیجهش این شد که به این وضع رسیدیم. حالا طالب ها تصور نکنن که از طریق زور و سرنیزه قدرت ابدی گرفتن و ثبات سیاسی با وجود میاد. نه، ثبات سیاسی با وجود نمیاد. اما چهره های آقای سنجراکی حکومت کنونی چهره های گذشته را انتقاد میکنه. ببینید، چهره های گذشته تنها چند چهره و فیگور و کاراکتر گذشته نیست که در افغانستان اینا هستند. مردم افغانستان هستند، ظرفیت های سیاسی هستند، نخبگان افغانستان هستند، جامعه مدنی و رسانه های افغانستان هستند، طیف زن های افغانستان هستند.
اینا باید با یک شیوه معقول با مسائل برخورد میکردند. شما ببینید که وقتی که دنیا و مردم افغانستان میبینند که همه ظرفیت های فعال متخصص با دانش با کمال افغانستان به خانه نشستند، اما یک تعداد مولای صاحبا همه ارکان قدرت و دست گرفتن، دنیا چی قضاوت میکنه؟ آیا اداره به این شکل میشه؟ آیا به خانه نشاندن خانم ها مشکل حل میکنه یا زیاد میکنه؟ از این جهت اینا باید در شیوه رفتار و برخورد خود تغییر بیارن، دنیا امروز بشناسن، اقتضای زمان و نیازهای زمان باید درک کنن، بشناسن مطابق او عمل بکنن. در غیر صورت میگن همه گام ها را آقای سنچارکی، میگن همه گام هایی که شما گفتین که باید برداشته شود، میگن برخی هاشان را برداشتیم، برخی هاشان را میبرداریم در آینده. دیگه کدام گام خاصی بر نداشتن. ببینید امنیتی که با وجود آمده به خاطر کسی که افغانستان ناامن میکرد طالب ها بودن. وقتی اینا حکومت قبلی از میدان خارج شد، طبعا امنیت خود به خود به وجود میاد به صورت نسبی، اگرچه هنوز بسیار زود است که ما قضاوت کنیم که واقعا امنیت سرتاسری تامین است. همین لحظه در گوشه و کنار افغانستان شب و روز نیست که تعداد زیادی به صورت مرموز کشته شوند، از بین بروند. داعش همچنان در حال قوتگیری است. وضعیت هنوز بسیار نامعلوم است. اختلافات درونی طالبا و تسلط یک گروه افراطی بر گروه دیگر، همه اینا پرسش هایی است که پاسخ پیدا نکرده تا هنوز. از این جهت نمیتونه که دنیا و در واقع خود قناعت شده ببینه هم مردم افغانستان. باید طالبان در سلوک و رفتار و شیوه عملکرد خود تغییرات عمده و اساسی وارد کنن اگر میخواین در افغانستان بمانن. اما به این شیوه که پیش میرن، اینا متاسفانه در افغانستان باقی نخواهند ماند. دیر یا زود نیروهای سر بلند خواهد کرد، تنش‌ها بیشتر خواهد شد و در واقع مخالفت ها زیادتر میشه و نارامی و تشنج و بی‌ثباتی سیاسی افزون میشه. از این جهت اونا باید با یک روی کرد عاقلانه و خردورزانه با واقعیت های درون جامعه افغانستان کوشش کنند که در جهت حل مشکلات، در جهت تحکیم پایه های ثبات سیاسی کشور گام بردارن. اگر به منطقه بریم و کشورهای در واقع در سطح جهانی بریم، مناسبات و محافل سیاسی که در یه آخر خوب شما شاهد هستین که نشست ها در منطقه هم گرفته شد و قرار است در دوحه هم امارات اسلامی با امریکا یا صحبت کنن و پس از اون قرار است یک نشست دیگر در اتحادیه اروپا برگزار شود. چرا نشست ها بیشتر شده؟ یعنی چه عواملی باعث شده که نشست ها بیشتر شود؟ ببینید نگرانی هایی که منطقه داره و نگرانی هایی که جهان داره بعضا مشترک است و بعضا این نگرانی ها نگرانی های متفاوت است. کشورهای منطقه بیشتر نگران مسائل امنیتی هستند. قوتگیری دانش، مسئله سرحداتشان، مسئله اقتصادیشان، وارداتشان، صادراتشان و مسائل از این قبیل. اما کشورهای دورتر نگران موج جدید مهاجرت ها، ناامنی، قوتگیری داعش و در پالیش مسائل زنان، دموکراسی، دولت فراگیر و ارزش‌های در واقع انسانی هم هست. کشورهای منطقه البته زیاد دنبال حقوق دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان هستند، بیشتر دنبال مسائل امنیتی و اقتصادی هستند، در حالی که جهان آزاد بیشتر با دنبال قربانی شدن دموکراسی در افغانستان هستند که همه دنیا ناراحت است از این مسئله. به این خاطر این نشست هایی که در سطح منطقه، در سطح جهان برگزار میشه، در واقع بررسی وضعیت جاری افغانستان، شریک ساختن تشویش ها و تبادل نظر پیرامون یافتن راه حل ها، یافتن یک فرمولی که چگونه میشه افغانستان از این وضعیت نجات داد، چگونه میشه از یک فاجعه کلان بشری جلوگیری کرد و روی مسائل این نشست ها صورت میگیره. تشکر آقای ساکزایی. با توجه به سیاستی که امارت اسلامی در پیش گرفته، پیشتر هم گفتم سیاست توازن، چقدر نزدیک کرده که افغانستان از این انزوا بیرون شود؟ خب ما به یقین هستیم که دو چالش بزرگ افغانستان داره. بله. و هم داشت. فساد و افراطیت. فساد هم جهان حکومت ضعیف و فاسد گذشته هم جهان شکست داد، هم افغانستان و هم مسئول 20 گروه تروریستی بود در افغانستان. اینا هم باید بفهمند که اگر در ساختار خودشان گروه های افراطی رشد میکنه و یک حکومت تامگرا و دکتاتوری را به وجود میاره و به حقوق طبیعی مردم و اساسی افراد اینا تمکین نمیکنه، آزادی خواهی، دفاع از ارزش های
انسانی و اساسی افراد است. بنان ای اگر تامین نمیشه با مشکلات جدی مواجه میشن. صلح همچنان ما اگر از صلح گپ میزنیم به این مفهوم نیست که ما در جنگ هستیم، یعنی بودن تنها در جنگ به این مفهوم نیست که صلح وجود نداره. صلح یعنی که در یک جامعه باید عدالت اجتماعی تامین شود، حاکمیت قانون به وجود بیاید. حاکمیت قانون به مفهوم عزیز که ما حیات و آزادی و پیشرفت و ملک مردم تضمین کنیم، یعنی به تمام تعصبات که در اونجا جامعه را به طرف انحطاط میبره، به طرف دیکتاتوری میبره، ودا کنیم. تعصبات قومی و نژادی و اتنیکی و غیره و غیره، تعصبات را که بالاخره وحدت ملی ما را خدشه‌دار میسازند. درست است ما دیگه جای برای ساختارا و زمامدارای فاسد گذشته در حکومت‌های آینده افغانستان است. نه تنها که اگر طالبایی را بخوایم مردم نمیخوایم، و بالاخره هر کسی که دوباره مفسدین داخل ساختار خود بسازه به شکست افتضاح‌آمیز مواجه است، مثل زمامدارای درجه اول گذشته حکومت ضعیف افغانستان. حال برخوردی که طالبا با مردم افغانستان داره ایست که جلو افراطیت بگیرن، جلو وزیر بگیرن که کشورهای منطقه و ساختارهای ایدئولوژیک نتانه که برنامه های خود داخل سیاست های افغانستان کنه، بخصوص در تقابل با آزادی های مردم، در تقابل با پیشرفت مردم، در تقابل با حقوق بشر و عدالت اجتماعی. فکر نمیکنید با توجه به صحبت هایی که امارت اسلامی داره، حکومت کنونی داره، همه گام ها برداشته شده؟ بحث خود را بله اگر موافق باشین آقای ساخزای بحث خود را ادامه میتیم، اما پیش از آن یه برنامه کوتاه داریم. به ادامه محور خوش آمدید. آقای ساخزای، به نگرانی های منطقه و جهان در مورد تهدیدها امارت اسلامی پاسخ داده؟ ما به یقی دستم کنها چالش های خود روشن برای طالب ها ارائه کردن که چالش های متوجه ساختار موجود است. اگر اینا رهایت میشه، اینا مطمئنن که به من سرمنزل مقصود خود که بارتون است به رسمیت شناختنشان است میرسه. جهان این ارائه کرد که یک حکومت فراگیرتر، هدفشان از حکومت فراگیرتر دیگه او ساختارهای گذشته نیست، یعنی که شخصت های واقعا ملی و مدافع آزادی و حقوق بشر و یا کسانی که تخصص دارند در رشته‌های مختلف و تعهدات ملی خود و تعهدات بین‌المللی معتقد هستند شامل کردن از اینا از اقوام مختلف، یعنی حقوق اقلیت‌ها و حقوق دختران و زنان باید رعایت شود در چوکات اعلامیه جهانی حقوق بشر. این چیزهایی است که اینا برشان تذکر می‌ده. و دیگه چیزی بسیار مهم است که بر جهان اطمینان بدن که اینا افغانستان دیگه به مرکزی دشت افغانی و افراطیت و تروریسم تبدیل نمیشه و تهدید برای جهان و برای مردم نیست. بنابراین از این خاطر کشورهای منطقه آکزا شما ببینین چند روز قبل در مانورهای نظامی در ازبکستان، ترکمنستان و روسیه اینا در مرزهای افغانستان این مانورها به وجود میاد. تطبیقات نظامی انجام دادن بله در روسیه، در تاجیکستان همچنان. بعد بنان این خودش نماینگر عزیز که اینا نگران هستن از نهایی ازی که مبادا خشونت یا افراطیت داخل منطقه شوه و آکزا جهان هم متوجه ازی هست در نشست که بین ایالات متحده امریکا و حتی چین و ژاپن و هند و روسیه هم صورت گرفت. در مجموع همین نگرانی هایشان بودن که جهان نمیخواهد که افراطیت از دیگه افغانستان به مرکز افراطیت و تروریسم و دشت افغانی تبدیل شود. بنان ایت مینان باید اینا بتن که ما میتونیم افغانستان امنیت را بیاریم که دیگه خطر برای هیچ کشور منطقه و جهان نباشه. گرچه مکررن تاکید میکنه رهبری طالبا که ما هیچگاه تهدید متوجه هیچ کشور دنیا نخواهد شد. مگر این مسئله را باید اینا در یک قرارداد و یک تفاهم نامه با منطقه و جهان، به خصوص کشورهایی را که اینا را تشویق میکنن بیشتر، اتحادیه اروپا و غرب که میخواین اینا به ارزش های انسانی و دموکراتیک تمکین بگذارن و تفهیم کنن برای منطقه و برای جهان که دیگه طالبان تهدید نیست که افراطیت و تروریسم از خاک افغانستان به کشورهای از اینا صادر شود.
بسیار بسیار تشکر. آقای سنچارکی، با توجه به پیش شرط هایی که جهان گذاشته و پا نکشید از او، پیش شرط هایش همیشه تاکید میکنه و در این طرف امارات اسلامی میگه که ما به خواسته هایی که برای جهان به متعهداتی که داده بودیم عمل کردیم، با توجه به پا فشاری هر دو طرف روی خواسته هایشان، چقدر افغانستان در یک موقعیت بهتر قرار داده؟ خب این که در اداره طالبان میگه ما به خواسته های دنیا تن دادیم و عمل کردیم، باید نشان میتن که چرا عمل کردن. ببینید طالب ها باید در دو جهت کار کنن، یکی اعتماد مردم افغانستان را جلب کنن و یکی اعتماد دنیا را جلب کنن. در هر دو زمینه هنوز ناکام هستن. چقدر مردم افغانستان طالب ها را از خود میدانن، چقدر طالب ها با مردم مد شدن، با مردم یکی شدن. آیا هنوز هم مردم از طالب ها میترسند؟ با دیدن یک طالب سراسیمه میشن، وحشت میکنن؟ یا به طالب به دیده خدمتگزار خود میبینند؟ به دیده یک عضو هموطن خود میبینند؟ در این جهت باید طالب ها گام های بردارن که اعتماد مردم را جلب کنند، در بین مردم باشند، مردم از خود کنند و زمینه را برای حضور و مشارکت مردم مساعد بسازند. در غیر صورت اینا وقتی که بین خود و مردم دیوار بزرگ کشیدند و مردم کاملا در یک وضعیت سراسیمگی، ترس و فقر و مشکلات زیاد زندگی میکنن و اینا در اداران شرطن که ما قدرت به دست گرفتیم، این قدرت چه بدب میخورن؟ اما امارت اسلامی بار بار میگه بله آقای سنچارکی، امارت اسلامی میگه که ما عفو کردیم مردم افغانستان و در کنارش ما میخوایم با مردم نزدیک شویم و نشست های هم در این روزها میگیرن، مثلا نشستی در غرب کابل گرفتن با مردم هزاره و وعده های دادن و گفتن روی پیشرفت کار میکنیم و جهاد آبادانی را در کشور آغاز کردیم میکنیم و در آینده تغییرات هم به مردم افغانستان عفو کردن. مردم افغانستان چه گناه کرده بودن؟ تقصیر مردم افغانستان چیست؟ چه گناه یاد مردم افغانستان دست به کشتار زدن، به ترور زدن، به قتل عام زدن، به انفجار و انتحار زدن؟ به چی زد مردم افغانستان؟ مردم افغانستان همیشه قربانی بودن. همیشه اگر فرزندان خود در حکومت پیشین روان میکردن در ساختارهای امنیتی، از مجبوریت بود، از ناگزیری بود. فرزندان مردم بیچاره و فقیر چون هیچ راهی برای درآمد و اعاشه نداشتن، مجبور میرفتن در ساختارهای امنیتی. باید اینا از سرنوشت حکومت پیشین درس عبرت بگیرن. چرا حکومت پیشین سقوط کرد؟ چرا که بین خود و مردم فاصله ایجاد کرد، مردم بی‌اعتماد شدن. حتی نیروهای امنیتی نسبت به حکومت پیشین بی‌اعتماد شد. مردم حتی مقامات دولتی پایین‌تر نسبت به رهبری خود بی‌اعتماد شدند. بله. به این جهت باید اینا کوشش کنند که این گپ به نظرم گپ بسیار توهین‌آمیز است به ملت افغانستان که ما مردم افغانستان عفو کردیم. این که مردم از روی ناگزیری، از روی مجبوریت، از روی اینکه در یک وضعیت خراب قرار گرفتن، گردهمایی را تشکیل می‌دهند تا مسئولیت برای خود کسب کنند، تا خود را ایمن بسازند از در واقع از دست طالب ها، او یک مسئله دیگه است. اما اینکه چقدر دل ها را پیدا کردن، چقدر دل های مردم را به دست آوردن، این مسئله دیگه است. طالب ها اگر میخوان ماندگار شوند، باید دل مردم را به دست بیارن. باید نیمی از پیکر جامعه را که خانشین ساخت اینا را به میدان بیارن، مشارکت بتن. در غیر صورت بسیار مشکل است. بله آقای سانچارکی، پس انتظار شما چی است؟ آیا در این 103 روز میشد که با جهان به یک نتیجه رسید و هم در داخل به یک راهکاری دست پیدا کرد؟ من فکر میکنم تنها راهشی است که یک تعداد نکاتی بسیار خوب و جناب ساغزی اشاره کردن. راه اصلی این است که طالب ها باید اداره حکومت به یک تعداد نیروهای مستقل بی‌طرف متخصص واگذار کنند. خودشان مشارکت داشته باشند، حضور داشته باشند، اما مسائل مهم باید در اختیار یک حکومت بی‌طرف و مستقل و متخصص که طرف اعتماد دنیا و مردم افغانستان باشه قرار بتن تا اینا بتونه کشور از این منجلاب بیرون کنه. امارات اسلامی همین موضوع را میگه. بله آقای سانچارکی، امارات اسلامی هم روی همین موضوع پافشاری داره، میگه آدمای باشن که پاک باشن، تعهد داشته باشن، صداقت داشته باشن، ایمانداری داشته باشن، همین موضوعات هم میگن. خب پیدا کنن وقتی که چنین کسایی است، یافتن چنین شخصیت ها، چنین نیروهای مستقل به طرف صادق مشکل نیست در افغانستان.
ما در سطح دنیا بسیار نیروها داریم، نیروهای خوب داریم در بیرون کشور، در داخل کشور ظرفیت‌های کلام داریم، باید حسنیت خود نشان بدن، اعلان کنند که ما آماده هستیم حکومت را به یک نیروی مستقل صادق بی‌طرف واگذار کنیم اداره کشور، خود ما در کنارش باشیم، خود ما نظارت کنیم، خود ما هم باشیم، اما بگذاریم مثلا کسی که متخصص علوم است مثلا در یک جا بیاد، متخصص انجینری در یک جا بیاد، اینا نشان بدن عملا گام بردن به راستا. صرف ادعا کافی نیست، می‌بینیم که ما مکاتب دخترانه را باز میکنیم اما امسال گذشت باز نشد، زنان رو به کار میاریم اما سال تیر میشه، میال سال آینده کار میکنیم. این وعده‌های سر خیرمن است، باید اونا به صورت عملی در این راستا قدم بردارن تا دنیا ببینه که بله یک دو سه چهار قدم طالبان برداشت که ایسا اونا هم قدم رو بردارن. در این صورت بسیار مشکل از اعتماد کردن. یعنی میخوایم بگوین که تا وقتی که در اینجا قدم برداشته نشه جهان قدم بر نمیداره؟ طبعا همینطور است. دنیا تا شاهد یک تغییر نباشد، شاهد تغییر سلوک و رفتار طالب ها نباشد، شاهد در واقع یک مشارکت واقعی در سطح رهبری حکومت نباشد، شاهد حضور زنان در ساختارها نباشد، شاهد فعالیت آزاد رسانه ها نباشد، شاهد بسیار از مسائل حاکمیت قانون خیلی مهم است. تشکر. این نباشد، تحقیق قانون اساسی نباشد، دنیا خود نظاره میکنه این مسائل، وقتی که نبینه هیچ کدام اینا تحقق پیدا نمیکنه، دنیا پیش قدم نمیشه در شناسایی و در واقع مشروعیت بخشی به طالب ها. بسیار زیاد تشکر. آقای بساخزی، چطور از این بنبست باید بگذاریم و در کنارش آیا فکر نمیکنید که حداقل گام های کوچک برداشته میشه؟ خوب، در این مدت کوتاه قدم های گذاشته شده و این قدم ها کافی نیست برای اینکه ما بتانیم عموم مردم راضی نگاه کنیم و بالاخره بزرگترین چالشی که فعلا در برابر طالبان قرار داره سپیر گرامی عبارتاً از بیکاری و فقر است. اگر اینا بتانن سر بیکاری و فقر غلبه حاصل کنن و در کنار ازی اینا برن به طرف یک ساختاری که وجه مشروعیت باشه، یعنی ضمن ازی که متخصصین و دانشمندای افغانستان و شخصیتای پاک ملی را داخل صحنه ساختارهای حکومتی خود و دولتی خود میسازد به نفع خودشان است. یعنی از یک طرف اینا پیش مردم سربلند و به حساب با اعتبار میشن، از طرف دیگه برای جهان گپ دیگه بسیار مهم است که اینا برن به طرف مشروعیت به مفهوم عزیز که اینا راههای را باز کنند به سوی یک انتخابات شفاف عادلانه. گفته خودشان و انتخابات تقلبی گذشته دولت گذشتنه، اگر لوی جرگان باشه واقعی باشه، اگر انتخابات هم باشه واقعی باشه، اینا باز از این طریق اگر مشروعیت خود را به دست میارن از طریق رای مردم، هیچ کشور دنیا با توان زیر نداره که اینا را در انزوا قرار بده. و از جانب دیگه خود برنامه اقتصادی کشور ما در حمایت مردم، در فعالیت های مردم که برای مردم کار ایجاد شوه و بالاخره یک توزیع عادلانه خدمات اجتماعی مطرح باشه، ما میتونیم که از بزرگترین بنبستای داخلی و بین ملی نجات پیدا کنیم و رای یک دولت با عزت ملی که همو آزادی باشه، هم عدالت و پیشرفت باز شود. آقای اسحاق زید، با توجه به اینکه حالا امارت اسلامی در سیاست خارجیش حرکت کرده، با کشورهای مختلف دیده، با آمریکایی‌ها مذاکره میکنن و حتی آقای سمنگانی گفت که با اروپایی‌ها هم در دوحه دیدار میکنن و صحبت میکنن، فکر چقدر نزدیک کرده با توجه به سیاستی که در پیش گرفتن؟ آیا پولهای افغانستان مثلا آزاد خواهد شد؟ آیا سفارتخانه ها باز خواهد شد؟ چطور میبینین؟ به رسمیت شناختن نزدیک شدیم یا نه؟ خب، تا بالی که مذاکره صورت گرفته کدام اقدامات عملی بسیار جدی و مهم و برازنده انجام نشده. خب، با وصف از اینکه اتحادیه اروپا در ملاقات که با اینا در دوحه داشت گفتن که ما نمایندگی خود به افغانستان میاریم و آلمان گفتن که ما سفارت خود به افغانستان باز میکنیم، همین قسم کشورهای دیگه هم آمدن سفارت های خود به افغانستان بیشتر از ده کشور باز کردن، ولی این نشان داد که در این مدت زمان سه ماه اینا هنوز نتانستن جهان قناعت بتن که یکی از این کشورهای اینا را به رسمیت بشناسن. اینا باید ارزیابی کنن ملاقات های قبلی خود، هر ملاقاتی که با نهادهای بینی صورت میگیره یا باید بین خود بشین انالیز کنن، تنها خودشان نه بلکه اینا باید رجوع کنن به بهترین متخصصین سیاسی، بهترین متخصصین درسی بین‌المللی، از شخصیت‌های داخل و خارج، اینا را که شون مذاکره کنن
که در برنامه های خود چی ضعف های وجود داره، چی نواقص وجود داره، کوره اصلاح کنن که هرچی زودتر جهان داخل تعامل شه و از یک طرف نه تنها تعامل کنه با اینا، بلکه راه را به سوی مشروعیتشان باز بسازه. بنان ضرورت است که اینا هم مشروعیت مردم را بگیرن از طریق چی اگه انتخابات هست، چی ریفرندوم هست، چی لوی جرگ هست و مشروعیت جهان را بگیرن و تعهدی که به برنامه های بین‌المللی چی کنونسن های بین‌المللی هست، چی اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این نیازمند عزیز که ما یک دولت متخصص، یک دولتی که اونجا شخصت های هم عاقل و هم صادق داشته باشیم تا ایرای دفاع از منافع ملی و آزادی و عدالت در افغانستان باشد. تشکر. آقای سانچرکی، از شما هم جنبندی میگیریم. با توجه به اینکه حالا کشورها هم وعده های به امارت اسلامی داده که سفارتخانه هایشان را در کابل باز میکنن و در حال حاضر ملاقات ها هست، دید و بازدید ها هست و صحبت ها هست، فکر نمی کنید گره ها در حال باز شدن باشه؟ خب ببینید، اینکه برخی سفارتخانه ها در کابل باز میشه، پیشتر هم عرض کردم که با هدف خاصی سفارتخانه ها باز میشه، در ازایش کدام سفارت از افغانستان باز نمیشه در این کشورها. فرض مثال سفارت طالبا یا در جرمنی یا در هلند یا در جای دیگه فعال شده نمیشه. اینا سفارت های خود بیشتر بخش های تکنیکیش فعال میکنن، صرفا به اینکه دور نباشن از اوضاع افغانستان، از نزدیک وضعیت افغانستان را مطالعه کنند، در تماس باشند، در ارتباط باشند، اما تعاملای غیر سیاسی داشته باشند با طالبا و ارتباط رسیدگی به مردم افغانستان، به مشکلات بشری در افغانستان و مسائل مختلف دیگه که است. این به معنای مشروعیت بخشی و شناسایی نیست. مشروعیت بخشی و شناسایی تا زمانی که اما قسمی که صحبت شد، تا زمانی که طالب ها در شیوه و رفتار و سلوک خود تغییرات عمده و اساسی به وجود نیارند، تا اون زمان بسیار بسیار مشکل و سخت است که ایش مشروعیت بخشی و شناسایی به دست بیاید. بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای سید آقا فاضل سنچرکی، روزنامه نگار، و همچنان عیسی اسحاق‌زئی، رئیس کنگره ملی مردم افغانستان. بسیار زیاد تشکر از حضور هر دو مهمان عزیز. ادامه محور. قرار است گفتگوها میان اعضای هیئت امارت اسلامی و نمایندگان ایالات متحده در دوحه سر از فردا آغاز شود. امارت اسلامی گفته هیئت حکومت به رهبری سرپرست وزارت خارجه روز گذشته به دوحه رسیدند و افزون بر دیدار با نمایندگان ایالات متحده، با نمایندگان اتحادیه اروپا نیز گفتگو خواهند کرد. با این حال وزارت خارجه پاکستان آغاز گفتگوها میان کابل و واشنگتن را می‌ستاید و تأکید می‌ورزد که جامعه جهانی باید با طالبان تعامل کنند. ناوقت روز پنجشنبه اعضای هیئت امارت اسلامی به رهبری امیرخان متقی به دوحه رسیدند. در میان این هیئت مقام‌ها از وزارت صحت، معارف، مالیه و نمایندگانی از بانک مرکزی و ریاست امنیت ملی نیز حضور دارند. امارت اسلامی میگوید که قرار است این هیئت برای دو روز، یعنی بر روزهای 27 تا 29 نوامبر با هیئتی از ایالات متحده درباره مسائل گوناگون گفتگو کنند. افزون بر اعضای هیئت آمریکایی، هیئتی از اتحادیه اروپا هم با نمایندگان امارت اسلامی گفتگو خواهند کرد. اسلامی امارات سر افغانان و افغانستان سر د مانادار و دیپلماتیک روابط و پایل باید وسی سی کوم تعهدات رامنځته کیږي، کوم تعاملات رامنځته کیږي، هغو ته په مسؤولانه ډول باندې رسیدګي وکړل شي. در این میان وزارت خارجه پاکستان آغاز گفتگوهای هیئت‌های امارات اسلامی و نمایندگان ایالات متحده را می ستاید. اشتباهات گذشته نباید تکرار شود و نباید افغانستان تنها گذاشته شود. بحران‌های بشری و فروپاشی اقتصادی افغانستان تأثیرات بزرگ بر جهان خواهد داشت. بنابراین جامعه جهانی باید به دلیل مهار بحران بشری و پیشرفت هدف‌های مشترک در زمینه صلح، امنیت و ثبات به گونه مثبت با افغانستان در تعامل باشد. برخی ها برگزاری نشست را درباره افغانستان مهم می‌دانند و تاکید می‌ورزند که حکومت باید از همچو فرصت‌ها بهره بگیرد. ایالات متحده امریکا خواستایی که داره مبارزه علیه تروریسم به شمول القاعده است و تا شاید تقاضایشانی باشه که بعضی معلومات استخباراتی هم شریک ساخته شده با ایالات متحده امریکا. انتظار زیاد ما از نتیجه این نشست نمیتونیم داشته باشیم، چون هنوزم امریکایی ها از ابزار اقتصادی و عنوان
ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی خود استفاده میکنه. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید که قرار است هفته آینده 28مین نشست شورای وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار شود که اوضاع افغانستان هم جزء آژاندای این نشست خواهد بود. وزیر خارجه در 28مین نشست شورای وزیرای خارجه سازمان امنیت و همکاری های استکهلم سویدن شرکت خواهد کرد و در رابطه به نتایج و فعالیت های این نهاد در بخش های نظامی، سیاسی، اقتصادی، مسائل محیط زیستی و امنیت بشری با هم ریزنی خواهد کرد. حل مشکلات منازعات منطقه و پیشرفت اوضاع در افغانستان نیز بخش از آژندای این نشست خواهد بود. پیش از این ایالات متحده از روند از سرگیری گفتگوهایش با امارات اسلامی در دوحه خبر داده بود. وزارت خارجه امریکا گفته بود که قرار است توماس فیس نماینده ویژه امریکا برای افغانستان به دوحه برود و با نمایندگان امارات اسلامی روی مسائل گوناگون گفتگو کند. در این روزها باشندگان بخش‌های کابل از افزایش جرم‌های جنایی در شهر شکایت دارند. برخی از باشندگان پایتخت می‌گویند که در روزهای پسین گواه جرم‌های جنایی بودن و این کار آنان را سخت نگران ساخته است. در این میان فرمانده امنیت کابل میگوید که در یک هفته پسین بیش از 90 تن را به اتهام قتل، اختطاف و سرقت‌های مسلحانه بازداشت کردند. کابل شهری که این روزها برخی از باشندگانش از افزایش جرایم جنایی نگرانی میکنند. آنان از آنچه که افزایش جرم‌های جنایی در بخش‌هایی از کابل میدانند شکایت دارند. سر و سر کابل نامنی زیاد است، خصوصا در نقاطی که از شهر یک ذره دورتر است. این ما خود ما در ایسای دالمان میشنیم، یعنی آنقدر نامنی است که از شش شام به بعد ما بیرون برآمدن نمیتونیم. امارت اسلامی همی خواهش ما است که یک ذره جلوگیری زیاد شود، بگیرند دزدار را یک ذره کاهش بیاورد. همزمان با این مسئولان در فرماندهی امنیه کابل میگن که در یک هفته گذشته بیش از 90 تن را به اتهام های گوناگون بازداشت کردند. رئیس تحقیقات فرماندهی امنیه کابل میگوید که آنان میکوشند تا هرچی بهتر امنیت کابل را تامین کنند. در داخل گوچخه یو اندازه مخدراتو که او نشهی مواد او پنځش پر موټر چې هغه غلاسی موټران و هغه مبرت خپل مالکان ته وسپارل او یو اندازه اسلحه لاس ته راغلی دي. با گفته رئیس تحقیقات فرماندهی امنیه کابل، میزان جرم های جنایی در کابل کاهش یافته است. موږ به ستاسو په امنیت کې او ستاسو د حفاظت لپاره د هیڅ رقم ستړیا و خواري او تکلیفو څخه دریغ ونه کړو او تاسو مطمئن اوسئ چې ان شاء الله العزیز موږ تاسو سره کومک او ستاسو هم د کومک شتون کیو. در این میان برخی از آگاهان نظامی فقر و ناداری را از عوامل افزایش جرم های جنایی در کابل می دانند. به خاطر کاهش جرم جنایی و عدم جلب و جذب جوانان در کشور با گروه مخالف باید یک برنامه منظم جهت اشتغال زایی داشته باشد. در حال حاضر مسئولان استخبارات حکومت تازه در اعلامیه برای جلوگیری از سرقت‌های مسلحانه و جرایم جنایی از شهروندان کشور به ویژه پایتخت نشینان می‌خواهند که در اطلاع دهی و بازداشت این افراد با نیروهای امارت اسلامی همکاری کنند. مسئولان شفاخانه های دولتی از افزایش میزان مرگ و میر کودکان مبتلا به سوی تغذیه در یک ماه پسین در کشور خبر می دهند. پزشکان شفاخانه صحت طفل گفتند که شمار کودکان سوی تغذیه در مقایسه با سال پار تا 50% افزایش یافته و به علت کمبود امکانات بهداشتی بیشتر این کودکان جانشان را از دست می دهند. با این حال سرطبیب این شفاخانه از کاهش کمک های جهانی در بخش مراقبت های عاجل ابراز نگرانی میکند. زبیده مادری است که کودک 3 سالش به علت ناداری و نبود غذای مناسب به بیماری سوء تغذیه مبتلا شده است. میگوید که با سقوط حکومت پیشین همسرش بیکار شده و اکنون نمیتواند غذای کافی برای کودکانش بیاورد. وضع استخدام ما خوب نبود. بچه ما به میالات رسید. حال دیگه این میاردیمش که میجه بسترش کردیم که نانو چیزی صحیح خوراک هم نداشتیم، طفلک های دیگه هم خوردستن، میترسیم که دیگه هم امتون نشود. در این میان مادران هم هستند که به علت تغذیه نشدن درست کودکانشان با سوء تغذیه تولد شدند. پیش از شدن شام خب جابت بس خاطر ایزی که من خب تغذیه نشده بودم بسیار مریض بودم،
و وقتی که شدن سام نوم دم ماشه تیزیر تدایی دکتر و دکتر میبرن دوا میگرفت دوا است سعی میگرفتن می تا شفاخانه شخصی برمش دوایی از دکترها که دوای کم و خوب نشد. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه سالانه 75,000 کودک در افغانستان تنها در نتیجه بیماری سوء تغذیه جان می‌بازند. مسئله ای که پزشکان علت آن را نبود امکانات و تجهیزات بهداشتی در شفاخانه‌های دولتی می‌دانند. مریضا بسیار با وضعیت خراب دیگه مراجعه می‌کنند. میزان مرگ و میر هم در شفاخانه‌ها بلند است. اگر به همین منوال این شکل وضعیت دوام بکنه، حتی ممکن است که ما با منابعی که داریم، با کمبود منابع و ظرفیت هایی که در داخل شفاخانه ها موجود است مواجه خواهد شدیم. مسئولان در شفاخانه های دولتی میگویند که با آغاز فصل سرما شمار کودکان بیمار رو به افزایش است و روزانه بیش از 1,000 کودک برای درمان از سرتاسر کشور به شفاخانه صحت طفل کابل مراجعه می کنند. به تناسب هفته قبل خدمت شما به عرض برسانم که تعداد واقعات ما شدیداً زیاد است، مگر چون مشکل جای فعلا داریم به اون مناسبت امو مریضایی که وخامت مریضیشان شدید می باشه و ضرورت به مراقبت جدی می داشته باشن اون را زیر پوشش می گیریم. چند پیش در یک نظرسنجی برنامه جهانی غذای سازمان ملل که در 34 ولایت افغانستان انجام شد، نتایج آن نشان می‌دهد که 93% خانواده‌ها در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند. باشندگان حوزه جنوب شرق کشور از امارت اسلامی می‌خواهند تا با کسانی که از نام امارت استفاده سوء می‌کنند برخورد قانونی کنند. باشندگان این ولایات از ایجاد کمیسیون تصفیه صفوف استقبال می‌کنند و می‌گویند که کارهای این کمیسیون سرعت بخشیده شود. در همین حال مقام‌های محلی این ولایت‌ها می‌گویند که آنان می‌کوشند تا به مشکلات مردم رسیدگی کنند. باشندگان ولایت‌های خوست، پکتیا و میدان‌وردک از امارت اسلامی می‌خواهند تا نمایندگی‌های کمیسیون تصفیه صفوف و این ولایت‌ها نیز گسترش یابد. باشندگان این ولایت‌ها می‌گویند که افراد استفاده جو از نام امارت اسلامی سوء استفاده می‌کنند و دست به آزار و اذیت مردم می‌زنند. د طالبانو د مشرانو د توقع ده چې د خپل ولایتو ولسوالیو او کلیو باندې کوم د خپل سپینه پاکو تر څو به خلک په ډاډمنه ژوند پزا کې ژوند وکړي. له دې وړاندې له خلکو سره دغه ډول اندېښنې وي چې په ګوا کې غیر مسؤول وسلوال وي، د دوی سره وسلې وي او کورونو ته ننوځي او خلک په تکلیف وي یا نورو جرمونو کې لاس لري، نو دا یو ښه ګام دی. که دوی چیرته منظم لباس یا یونیفورم ورته جوړ کړي و دای خپل هم کړي د طالب چارواکو، نو دغه ستونزه به زنګ تر ډېره بریده حل شي. اما مقام های محلی در حوزه جنوب شرق میگویند که میکوشند تا به مشکلات مردم رسیدگی کنند. نو ټولو ولایتو کې په ټولو ولسوالیو کې د ټولو دلګې مشرانو نه لیستونه غوښتي، نو اسلامي امارت دغه کمیسیون له لارې نه هغه ټول لیستونه ارزیابي کوي. کوم ملګری چې د خود غرضۍ او د شومو اهدافو په خاطر باندې بانډیوالیزم راننوتلي وي دغه سب ته، نو دوی به ټول لرې کیږي، دغه دغه صف تصفیه به کوي. امارت اسلامی کمیسیون را زیر نام کمیسیون تصفیه صفوف در سراسر کشور ایجاد کرده است و این کمیسیون میکوشد تا کسانی را که دست به آزار و اذیت مردم میزنند و یا هم از نام امارت اسلامی استفاده سوء کنند با آنان برخورد قانونی میکند. مدیریت پاسپورت هرات پس از 3 ماه برای متقاضیان پاسپورت باز شده است. مسئولان این اداره میگن که در 10 روز پسین نزدیک به 3,000 سند پاسپورت را طی مراحل کردند و به منظور چاپ به کابل فرستادند. به همین ترتیب رسیدیم به پایان محور. تا سلام دیگر، خدا نگهدار.